خدا رو شکر که این بار تیم ملی کار سعودش به دقیقه 90 نکشید. دم بچه های تیم ملی و کادر فنی و همه گرم که سریع‌ترین سعود تیم ملی رو به جام جهانی رقم زدن. لیگ تعطیل شد اما حواشیش همچنان ادامه داره. یحیی استعفا داد، استعفاشو پس گرفت و گفت که پرقدرت بر میگردم تا خیال هوادارهای پرسپولیس راحت باشه برای ادامه لیگ. رأی استیناف به نفع فراد مجیدی رقم خورد، اما دزد گاف صندوقش دیگه نمیدونم. امیدوارم که دزد گاف صندوقش پیدا شه تا خیال فرهاد راجع به این قضیه هم راحت باشه و بتونه به مسائل فنی تیمش برسه. به 11 قسمت 11 خوش آمدید. از قدیم گفتن کار خوبه خدا درست کنه. چه کاری؟ با چه حقوقی؟ با پای حقوق جدید. حالا دنبال عدد. حالا نه، دور و بر 9 میلیون. هر کسی به حق خودش قانع باشه. حقوقش رو سر ما میدن؟ تمام و کمال. محل کارش کجاست؟ چه تشریف بیاری ترکیه یا امارات؟ تو مجبوری توی اون چارچوبه بری کار کنی. چه ویژگی خاصی لازم داره؟ بادفرز باشی؟ شما قطار در حال حرکت رفتی سوار شدی. فکر کنم راهشو یاد گرفته. از پسش برمیایم. هم واقعا انگیزشو داریم. نه ما که این کاره نیستیم. جاش معتبره. الا و لا بود. درست آقا شما درست میگید ولی منطقی نیست. خواهش ازتون میکنم بیاید قراردادهای ما رو بررسی کنید. با ما همراه باشید. خیلی خوشحالم از این بابت و امیدوارم که موفق باشه تو این سمتی که خسرو الان داره. فکر می‌کنم انتخاب خوبیه به خاطر اینکه خودش رده‌های پایه استقلال بوده و شرایط بازیکن‌ها رو خوب درک می‌کنه. امیدوارم که حالا چون میدونم آکادمی استقلال نیاز به تغییرات خیلی زیاد اساسی داره، امیدوارم که مدیریت هم باش همکاری بکنه و یه برنامه ریزی خوب و بلند مدت داشته باشن تا حالا ایشالله بتونه به اهدافش برسه. خب خدا رو شکر که این اتفاق افتاد، چون تو این تقریبا 4-5 روزی که ایشون استفاده داده بودن سر تمرین ها حضور پیدا نمی کردن، خب تو فضای مجازی خیلی شرایط جالبی اتفاق نمی افتاد و خوشحالیم که این اتفاق افتاده و امیدواریم که شاهد چنین اتفاقای دیگه برای باشگاه پرسپولیس نباشیم. و از یه جهات هم بالاخره آقای یحیی حق داشت، یه امکاناتی رو که نیاز داره یه مربی برای کار کردن، یعنی ساده ترین و نرمال ترین امکانات، زمین تمرین هستش که متاسفانه هنوز باشگاه پرسپولیس نتونسته یه زمین خوبی رو مهیا بکنه و واقعا بده که برای باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس یه زمین تمرین خوب و مناسب نداشته باشه. امیدوارم که این مشکلات هم برطرف بشه و تیم به اون شرایط عادی برگرده، چون از چند روز دیگه هم که سوپرکاپ برگزار میشه و در ادامهش هم مسابقات لیگه که بتونه خیلی پرقدرت توی این مسابقات شرکت کنه. خب اللهیار بعد از اینکه از فنرباخچه جدا شد و به تیم اوکراینی رفت، فکر میکنم توانایی خودش رو توی این تیم اثبات کرد و با گلایی که توی تیم اوکراینی زد تونست نظر تیم اول سیتی رو جلب بکنه. خب شرایط اللهیار فکر میکنم الان توی لیگ خیلی سختی خودش رو وارد کرده، توی چالش فوتبالی خیلی سختی هستش. امیدوارم با توانایی که داره بتونه خودش رو توی تیم هال سیتی جا بندازه و بتونه برای این تیم مثمر ثمر باشه. خب بازیکن‌های ایرانی، من خودم اونجا بازی کردم، چند تا از بازیکن‌های ایرانی هم توی لیگ و هم برتر انگلیس هم توی چمپیونشیپ بودن. شرایط لیگ برتر انگلیس خیلی سخته، چالشیه، بازیکن‌های خیلی خوب و توانمندی توی اون لیگ بازی می‌کنن. دیگه بسیاری داره به عملکرد خودش، امیدوارم که روزهای خوبی رو بتونه توی تیم هال سیتی بگذرونه و بتونه توانایی خودش اونجا اثبات بکنه. از لحاظ موفقیت همه چی فکر میکنم 50-50 هستش اونجا.
خب من تسلیت میگم به خانواده هم آقای علی انصاریان و هم مهراد میناوند. فکر میکنم که یه اتفاق عجیب غریبی افتاد پارسال. من که خودم واقعا اصلا نتونستم این قضیه رو هضم کنم و هر موقع هم راجبش فکر میکنم. خب مهراد، خصوصا مهراد تو این سالیان آخر خیلی در کنار ما بود. سپید رود، برنامه هایی که داشتیم، بازی هایی که با پیشکسوتان 98 میرفتیم، و میتونم بگم که مهراد واقعا حیف شد. بچه‌ای که فوق‌العاده شیرین بود هر موقع با ما بود. دوست داشتنی خوب فکر میکنم اگر بود اینجا برنامه 11 جای خوبی برام مهرداد بود. من بازم تسلیت میگم به خانومش، به پدر مادرش و روح شاد. علی هم خب فکر میکنم اولین باری که تیم ملی من باش کویت بودم، علی انصاریان، من یه دوتا فیلمم به هم زنگ زد و رفتم براش یه فیلمی رو نمیدونم هم چی بود، رفتم باش بازی کردم. علی بچه دوست داشتنی خیلی خوب. من به این نتیجه رسیدم واقعا خوبا جدا میشن. دوتا از خوبای فوتبال ما بودن، دوتا که خیلی دوست داشتنی بودن. روح علی هم شاد، به مادرش، به خانوادش تسلیت عرض میکنم. روح شاد بشه انشالله. طبق صحبتایی که ما تو برنامه کرده بودیم از مدیرایی که تو باشگاه پرسپولیس استقلال حالا تو بحث خصوصی سازی داشتیم، یکی از مهمونای عزیزی که امروز ما در خدمت چونیم و قبول زحمت کردن و تشریف آوردن، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس آقای صدریه. آقا بفرمایید با بیننده های ما یه صحبتی بکنید، بعد ما بریم راجع به سوالامون. البته شما درست منو معرفی نکردید. جان ما می‌خواستم بگم به اون سمت نرسیدم. بند حدود یک سال رئیس یاد مدیره باشگاه پرسپولیس بودم و حدود چهار ماه خورده‌ای هم به عنوان سرپرست مدیر عاملی. به عنوان سرپرست مدیر عامل بودید دیگه، صاحب اختیار تیم، نفر اول تیم و رئیس هیئت مدیره میشه نفر اول باشگاه پرسپولیس یا غیر از اینه؟ انشالله. خیلی مخلص. تصمیم گیرنده. خوش آمدید آقا. خیلی خوش آمدید. خوش آمدید خدمتتون هست. عرضم به خدمت شما آقا، ما اولین سوالمون اینطوری مطرح کنیم که شما 5 بهمن 99 به عنوان عضو هیئت مدیره وارد باشگاه پرسپولیس شدید. بله. 7 بعدش سرپرست مدیر عاملی به گفته خودتون 21 دی 1400 هم استعفا دادید. درست آقا؟ از روز اولی که شما شروع کردید از این مدیرای قبلی چی مونده بود براتون؟ نکته ای که وجود داره اینه که ما بیشتر از جنبه اقتصادی وارد باشگاه پرسپولیس شدیم، یعنی به عنوان کسی که سابقه اقتصادی داشتیم و با توجه به اینکه از بچگی بالاخره هوادار پرسپولیس بودیم و ارادت داشتیم به بزرگان پرسپولیس، دوست داشتیم که یک خدمتی به این باشگاه انجام بدیم. و از روزی هم که اومدیم به دنبال ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و درآمدی خوب توی باشگاه بود. این پتانسیل رو دیدین تو باشگاه پرسپولیس که تو بخش اقتصادی بخواین کمک کنید؟ ببینید، یعنی ورودتون به لحاظ همون بحث تخصصی آیتی تون بود یا هر؟ نه، نکته ای که وجود داره اینه که فوتبال دیگه به عنوان تنها یک ورزش نیست، به عنوان یک صنعت، به عنوان یک بخش اقتصادیه و باید باشگاهی مثل باشگاه پرسپولیس این خودکفایی رو داشته باشه. ما بزرگترین معضلی که
میبینیم توی باشگاه هر سال باش گریبانگیر هستیم، همین بحثای اسپانسر رو نمیدونم، این که یکی بیاد حالا 10 میلیارد بده، 20 میلیارد بده، 50 میلیارد بده که بتونن امورات جاری باشگاه رو بچرخونن. این به نظر من خب خیلی برای باشگاهی که 40 50 میلیون هوادار داره زیبنده نیست، و ما اومدیم که بتونیم به کمک دوستان این زیرساخت اقتصادی رو فراهم کنیم. خب یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصادی که الان واقعاً روش میشه کار کرد همین بحثایی که توی فضای مجازی و کارهایی که در این حوزه میشه درآمدزایی کرد، کما اینکه شما دارید میبینید دیگه، همین برنامه مثلا فیلم نت. قبلاً شما 2 سال پیش 3 سال پیش همین چیزی نداشتی، الانه که مردم گرایش پیدا کردن به این سمت دارن میان، و با توجه به این که من تجربه این کار رو داشتم به این فکر افتادیم که بتونیم توی این حوزه کمک کنیم و یک منبع درآمدی خوبی رو و پایدار. این بخش عمده درآمدهای اصلی درآمدهای باشگاه‌های بزرگ دنیا نیست، یه قسمتی میتونه باشه، یه بخشی. خیلی از اپلیکیشن هایی که الان شما دارید میبینید مثل یوتیوب، یوتیوب وقتی شما به یک تعداد به اصطلاح ویدیویی برسید یا مشترکت به تعدادی برسه دیگه پول به شما میده. ما اینو توی باشگاه فعالش کردیم، درسته درآمد ناچیزیه، یعنی در مقابل درآمدی که باید باشگاه داشته باشه، ولی این همین خورده هاییه که بالاخره باید کنار هم جمع بشه شرایط اقتصادی باشگاه رو ایجاد کنه. شما راه حل مشخصی نبودید، یعنی داشتین میرفتین یه تلاشی بکنید ببینید که میشه؟ من میگم ما راه حل داشتیم، راه حل داشتیم، بله. بهش نرسیدین، چون من میخوام بگم که شما هم خب مثل بلاخره... خیلی از مدیرها شدین که اومدن این تلاش رو خواستن بکنن و چون به خاطر اینکه ابتکار عملو نداشتن دوباره نشد و از پوستشون استفاده شما... دادن. ببین شما، من راه حل داشتم، الانم راه حل دارم. شما قطار در حال حرکت رو رفتی سوار شدی، یعنی این نبوده که نگر داری بگی آقا من ایرادات رو برطرف کنم، یعنی هم باید به موضوع جاریت میپرداختی. سوال اینه که چرا سوار همچین قطاری میشین؟ به حسم این بود که میشه کمک کرد. جالبه تو تمام این سالا همه همچین حسی داشتن و نتونستن کمک بکنن. چرا؟ من حداقلش چیزی که متوجه شدم، ما بالای 100 میلیارد تومان تونستیم توی این یک ساله، و حداقل ما تو قهرمانی پنجم که درسته همه بچه ها کمک کردن، تیم کمک کرد، کاد کمک کرد، مربی کمک کرد، ولی واقعا اگه این مسائل اقتصادی برطرف نمیشد نمیشد کاری بکنی. اتفاقا من به عنوان یه مدیر اومدم که میخوام پاسخگوی عملکرد یک ساله خودم باشم. من این دعوت رو میکنم که همه مدیرایی که قبل ما بودم تشریف بیارن اینجا، خیلی شرایط خوبیه، بیان از عملکردشون دفاع کنن. چرا ما باید برای آقای بودیمیری که 3 تا 10 دقیقه برای این تیم بازی کرده 507,000 یورو جریمه بدیم؟ این اتفاقات الان تو لیگ نگاه کنید فقط برای پرسپولیس افتاده. ما از شروع فصل واقعا مشکلات زیادی رو داشتیم، از کوچه بازیکن‌ها بگیرین تا عدم جذب بازیکنایی که بالاخره ما لیست داد. رسوندن پرداختی بازیکنان به 5
جناب سعدی الان فرمودید شما که 100 میلیارد تومان درآمدزایی داشتید. این درآمدزایی از چه طریقی بوده؟ بعد آیا این درآمدزایی همون بدهی نیستش که شما توی قبل از اینکه استعفا بدین که برگشتین گفتین که من مثلا از رفقا دوستان اگه اشتباه نکنم 70 80 میلیارد تومان قرض کردم که این اتفاق بیفته. من ببخشید من سوالمو تموم بکنم. یکی از موردایی که من دیدم زمانی که البته شما به عنوان رئیس هیئت مدیره اومدید وقتی وارد هیئت مدیره شدین زمان آقای سمیعی بودش. من یادم دقیقا اون موقعی که آقای سمیعی شدم مدیر عامل که شما هم توی هیئت مدیره بودین، من یادم تمام پولایی که توی باشگاه میومد توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها حالا مطبوعات میشد درآمدزایی، ولی بعد از اینکه آقای سمیعی رفتن همه اینا شد بدهی. خب از اون پروپاگاندای مطبوعاتی استفاده میکردن اون موقع. خب طبیعیه چیزی که وقتی یه مدیر عاملی میاد توی پرسپولیس باید طبیعتاً مسائل مالی رو مهمترین موردی بودش که همیشه شامل حال حالا باشگاه ما داریم درباره باشگاه پرسپولیس و شامل حال باشگاه استقلال هم میشد، ولی الان ما داریم درباره باشگاه پرسپولیس صحبت میکنیم. اون موقع چرا شما به عنوان رئیس هیئت مدیره شفاف سازی نکردین که آقا ما الان این درآمد 35 میلیاردی 40 میلیاردی به صورت حالت قرض گرفتیم که بتونیم مشکلات پرسپولیس رو رفع کنیم؟ بله بفرمایید. ببینید روزی که ما رسیدیم اونجا ما 2,800,000 دلار پول طلب داشتیم از AFC، درست؟ بله. پس این پولیه که مال ما بوده و هست. نمیشه روش حساب کرد که کی به دستتون میرسه. نه حالا ببینید که الان این پول رسیده به 3,400,000 دلار. پس این درآمد ما بوده. این که حالا شما میتونی روش حساب کنی یا نکنی اون یه بحث جداست. اونو بذار کنار. شما به رفتی یه جایی قرار گرفتی که میگی آقا من 2,800,000 دلار پول الان دارم. بنده رفتم از کسانی پول قرض کردم و جالبه اتفاقا این کار ما همه رو انجام دادیم، مصوبه هیئت مدیره کردیم که آقا مثلا همین پول آقای بودیمیر از یه آقای مثلا آقای کریمی بنده رفتم اینو قرض کردم، نوشتیم که آقا ما ظرف 3 ماه یا 2 ماه میریم پول AFC رو میگیریم و این پول شما رو بر میگردونیم. یعنی این نه بهره بانکی بوده که بگی رفتم از بانک وام گرفتم، نه کاری مثلا این بوده که یکی بیاد بگی آقا الان اینقدر بهت میدم فردا اینجوری باشه. روی حسابی که حالا اعتباری که حالا بنده داشتم یا هر موضوع دیگه ای که میخوایم اسمشو بذاریم رفتم، این پولایی که شما میفرمایید اینجوری بوده. یعنی این نبوده که ما بریم قرض روی قرض بیاریم. ما پول داشتیم پرداخت اجازه بکنید. بدین ببینید بالاخره بالاخره نه چون شما واسه اون کسی که پول گرفتین یه زمان بهش گفتین سه ماه دادیم، ولی الان هم اگه از اون زمان بگذره بدهی میشه دیگه. نه 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 بدهی میشه که من توی مصوبه هیئت مدیره اینا هست. بله. نوشتم آقا این پولی که من در AFC دارم متعلق به این آقاست، یعنی جای دیگه. خب نه اون آقا جای میگه دیگه که هر موقع گرفتین از AFC به من بدین. حالا دارن با ما راه میان دیگه. یه جایی اومد... نمیدونم رفیق بودن باشون راه اومدن با ما دارن راه میان الان که علی مثلا مشتبه. تو بحث حالا. مدیریت جناب سعدی ببخشید تو بحث مدیریت فکر میکنید مثلا این یکی از راهکارهای مدیریتیه که مثلا شما یه طلبی رو شما پیشخور بکنید یه حالت این چنین اتفاقی افتاده؟ اجازه بدید ببینید این راه حل میانبری بود که شما میتونستید این باشگاه رو نجات بدید، چون شما اسم باشگاهتون یه باشگاه دولتیه، ما جالبه یه قرون بودجه دولتی نداریم ولی توی باشگاه زی حساب داریم، یه قرون بودجه دولتی نداریم ولی باید قوانین دولتی رو بنفسیم رعایت میکردیم. این ایراده رو ما باید برطرف کنیم. وزارت ورزش پولی به شما نمیده؟ یک ریال. خب من سوالم همینه دیگه. یک ریال یعنی وزارت ورزش نه موظفه. جالبیش اینه توی آیین‌نامه هایی که برای مجلس برای وزارت ورزش گذرونده حق کمک
به اصطلاح به باشگاه حرفه‌ای رو وزارت ورزش نداره. من یه نکته قشنگی بگم برای شما، ما توی همین قصه کالدرون که واقعا یه مصیبتی بود، ما رفتیم صحبت کردیم آقای دکتر سجادی، آقا ما حاضریم 20 میلیارد 22 میلیارد به شما بدیم. پولو ریختن به حساب فدراسیون که فدراسیون به ما بده که ما مثلا 3 ماهه 4 ماهه برگردونیم. درست؟ فدراسیون این کارو نکرد. آقا بنده نمیتونم پول به حساب باشگاه حرفه‌ای بریزم. سی حساب فدراسیون وایساد با اینکه آقای عزیزی خادم آقای سجادی همه موافق بودن. ما رفتیم از یه مسیر دیگه این پولو تهیه کردیم. یعنی که این کار نکردم میگفتن درست نیست، نمیتونیم این کار قانونی مشتری من عرض میکنم. آقا سجادی ببخشید من یه توضیح برای بیننده ها بدم. ما چون تو نمایشگاه بین المللی ضبط میکنیم و امروز نمایشگاه است، یه مقدار صدای بلندگوی نمایشگاه، نمایشگاه کنسرت نبودش اینا، نه کنسرت نمایشگاه است، یه مقدار صدا ته صدای میاد از بیننده ها. عذرخواهی میکنیم اگه یه وقت ته صدایی توی صحبت های موزیکی میاد، ببخشید آقا بفرمایید. گفتم شاید پشت مثلا برای بک گراند صدای من اینو گذاشتید. اینو برای بک گراند صدای شما گذاشتید. مشتم اون توضیحی که آقای سعدی داد، من یه توضیح بدم. بله. من بابت یه چیزی از یه دوستم قرض میگیرم پولو. بله. برای که کارم را بیفته. بله. اون دوستم با هم را میاد، میگم 3 ماه دیگه میدم، نمیدم بهش، میگم آقا 4 ماه دیگه به ما وقت بده. منظور آقای صدری این بود که ما میخواستیم سریع و سیر کار پرسپولیس را بیفته. میدونم. یه پولی رو قرض کردیم. بالاخره اصلا بابت اون بحثی نداریم آقا خدا داد. آره. من میگم مثلا چرا اون اول وقتی اومدن این پولا رو داشتن میگرفتن تو تمام رسانه‌ها به عنوان درآمدزایی چیز کردن. تمام الان همه اون خبرها، تمام اون چیز، ببین الان توی قرن 21 هستیم، توی سوشال مدیا هستیم، همه چیز ضبط میشه. ببینید ما به غیر از این پولایی که ما قرض کردیم چیا بوده؟ یه 507,000 تا بوده. یک پولایی که می‌خواستیم بدیم به بچه‌ها، بعد بابت طلباشون میدادیم. یه 10 میلیارد من رفتم از یکی از دوستان گرفتم. پس یه 507 بود، یه 10 میلیارد اینایی که به عنوان قرض گرفتیم، و یک 5 میلیارد، یک 8 میلیارد. مثلا 8 میلیارد من از شرکت هایوب رفتم گرفتم که اومدن به ما گفتن آقا چرا از اسپانسر استقلال رفتی پول قرض کردی؟ گفتم خب این خودش یه هنره دیگه، اشکال داره؟ بالاخره آقای میری منو میشناخته، 8 میلیارد به من قرض داده، هیچ مشکل نداره. که نه اشکالش میدینه که درآمدزایی شما، یعنی اومدین مشکل اقتصادی نه به عنوان کسی که قرض کنید. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ببینید شما وقتی باشگاه رو تحویل گرفتی یک سری قرارداد از قبل بوده، مثل همین الان که آقای درویش وقتی باشگاه رو تحویل میگیره یه سری قرارداد از قبله. یکی از این قراردادها، خب بالاخره کدوم قرارداد بوده؟ قرارداد مثلا بانک گردشگری. وقتی که روی پیرن ما رو مثلا رفتن به یک عددی به بانک گردشگری تا آخر این فصل واگذار کردن، یا من باید برم وارد دعوا بشم، یا باید برم، یا مثلا کارگزاری. از اینا بی اطلاع بودی که قبول کردی؟ قبلش بی اطلاع بودم. من وقتی اومدم اول از این آقای کارگزار، خب بنده خدا 110 میلیارد باهاش قرارداد بسته بودن، یه عدد بزرگیشو گرفته بودن قبل من و آقای سمیعی داده بودن برای پول کی؟ آقای برانکو. رفته بود اونجا 28 میلیاردشو به ما داد، یعنی از برج 7 28 میلیاردش اومد. 28 میلیارد یعنی مونده بود که بیاد تو باشگاه. بله. نه اینکه بگی ایشون دست خودشون عمل کردن. بله کامل، تمام و کمال. تمام و کمال. توی یه برهه زمانی دوباره میگم، البته میگم این برای زمانی که آقای سمیعی به عنوان مدیر عامل بود، که اینجا هم اعلام میکنیم که هر موقع آقای عزیزی درسته ببخشید، بله شما بگید، من میگم هر موقع خواستم میتونن تو برنامه شرکت بکنن و بالاخره نظرات خودشونو بگن. زمان ایشون خیلی اتفاقات افتاد که بگن که کارگزار به وظایفش عمل نکرده. درسته، فکر کنم در جریان باشید دیگه. ولی ایشون به گفته شما که الان داره میگی تمام و کمال به تعهداتشون عمل کرد. حتی من فکر کنم تا اونجایی که من خبر
خبر دارم زودتر از موعد اتمام قرار دادم که به اون مبلغشون رسیدن. مستنداتی که هست من خودم حسم این بود که ایشون این قرارداد و مطالعه روش نداشته امضا کرده بود، حالا سر اونی هم که باید بالاخره پای حرفش با میساد وایساد. این نکته ای که شما فرمودید راجع به درآمدزایی، ما یه بخشی از این واقعا درآمدزایی بوده. حالا من هیچ وقت آقای کریمی خودم رو عرض میکنم، اگه از من جایی دیدید که من نگفت، من گفتم زمان آقای سمیلی بودم. من راجع به خودم دارم صحبت میکنم. زمانی که بنده بودم ما اونی که درآمدزایی بوده گفتیم درآمدزایی، اونی که واقعا قرض کردیم گفتیم قرض کردیم. یعنی هیچ جا نیومدیم بگیم آقا ما 100 میلیارد درآمدزایی داشتیم. شما گفتین آقا ما به سوددهی هم رسیدیم و مثبت بودیم اینا. شما الان بدهی باشگاه پرسپولیس تا زمانی که بودید چقدر بوده؟ چه تاریخی سر رسید میگیرین بدهی ها بود؟ عرض میکنم دیگه. مدیرایی که میان توی پرسپولیس از زمانی که کارو تو دست میگیرن حساب میکنن. نه من واقعا میخوام اینو بدونم که این زمانه کیه که بنده از سال 80 دادم اینو بررسی کردم. بله. یه سوال من بکنم آقای صدری وسط حرفتون. شما از سال 80 دادید بررسی کردید، خرابترین مدیری که خرابی کرده کی بوده تو پرسپولیس؟ نمیتونم. خب اگه نمیتونید بگید که فایده نداره. اینجا نمیتونیم نداریم. آره آقا اینی که من نمیتونم ما یه دلیلی که شما رو دعوت کردیم. این برنامه اینجوری درست شده که آقا اس ببریم در بارش. آقا این والا شما لطف کنید ببینید، این که ما نمیشه. خب بالاخره یک سری مدیر قبل از شما بودن، شما بررسی کردید و میدونید که بیشتر از همه بدهی بالا آورده. من یه نکته ای رو بس اشتباهی دعوت کردیم آقای صدری. میگید من نه آقا میگید من ناراحتی باشم. نه آقا ما که خوشحالیم اومدیم. خب مثلا توی دورهای قبل ما، خب من روی قراردادایی که آقای انصاری فرد بسته واقعا حرف دارم، رسما هم اعلام کردم، یه بارم خواهش کردم گفتم آقا نه آقای انصاری فرد، من اصلا از شما از برنامه شما یه خواهش میکنم یه کاری بکنید، این 4-5 تا مدیری که قبل ما بودن همه رو دعوت کنید اینجا، حالا فوقش میشیم 10 نفر. همه مثل شما نمیان آقای صدری؟ حالا من که حاضرم بیام. بیان هر کیم گزارش برگه اعمالش دستش باشه. ببین ما چیزی که الان میبینیم، من اگه جای آقای انصاری فرد بودم این تصمیم رو نمیگرفتم، واقعا نمیگرفتم. من نامه زدم هم به بازکل کشور هم به دستگاه امنیتی، گفتم آقا خواهش ازتون میکنم بیاید قراردادهای ما رو بررسی کنید. یکی این دوستان که من زنگ زدم بهش به من گفت آقای صدری اولین باره که یک نفر از باشگاه اینجوری به ما زنگ بزنه میگه بیاید قراردادهای منو بررسی کنید. نه قراردادهای من، همه رو بررسی کنید، چیزی نداریم. و اگر ببین 10 سال دیگه اگه دیدن منم تخلفی کردم، خب بیان بهم بگن آقا چرا این کارو انجام دادی. آقای صدری دستگاه من نمیتونم الان بگم که آقای فلانی یا آقای ایکس خراب کرده یا درست کرده. ما میگیم آقا مگه مستندات نیست؟ چرا؟ مگه سند نیست؟ ببین. مگه بدهیاشون مشخص نیست؟ کامل. خب معلومه ببین. که بیشتر بدهی بالا آورده که کمتر دیگه. الان من باستون یکی یکی میگم اونایی که من رسیدم بهش. مثلا آقای بودیمیر 475,000 یورو بوده، 25,000 تا بهش دادن. حالا گوش بده، ما زنگ زدیم بهش گفتیم که آقای بودیمیر آقا به خاطر تیم شما بیایید این کارو برای ما یه جوری جمع کنید، وقت بگیرید. مطلقا به ما وقت نده. یعنی من رفتم رسیدم پنجره بسته، فشار هوادار که آقا یالا میخواییم بازیکن بگیریم نیم فصل فلانه، همین چیزایی که الان هم هست. شما نفر بفرستید تو کرواسی، ایشون پولی که داره میگیره ما 3,000 دلار یا 4,000 دلار گفته بودید 5,000 دلار بوده، همین 3,000 تا 5,000 دلار. چی جوری میشه که یه نفر میاد قرارداد می‌بنده ماهی 50,000 دلار؟ ایشون چه آپشنی داشته که مثلا افراد مثل علی کریمی یا کسایی که الان توی تیمای ما هستن نداشتن؟ حالا اینم بذار کنار، شما با 475,000 یورو توی کرواسی خدایی میتونی بکنی. عددیه بس. کسی که داره ماهی 5,000 دلار میگیره. من زنگ زدم ما 475,000 یورو ریختیم به حساب. اول از این جواب ما رو که نمیداد، فقط با وکیل. وکیلش هم از 100 تا تماسی که ما میگرفتیم یه دونه رو جواب بده. روزی که آقای سمیعی اومد توی باشگاه
8 میلیون پول تو حساب باشگاه بود. 8 یه میلیونی ها. ما الان 1000 تا گرفتاری داریم آقای سفیر. این آقا رو خواهش میکنیم صداش بزن بگو این 32000 یورو رو از ما نگیره. چرا نباید بگیره آقای صدر؟ حالا گوش بده. چرا نباید بگیره؟ خواهش کردیم دیگه، بالاخره ما میگیم آقا شما از یه دیلی انجام آره میگیم آقا اصل پولتو گرفتی جریمه شو اما نگیر. مثلا آقا که گفتش از بازیکن خواهش کردم پولاشو نگیر. آخه مشکل آقا... دنیای فوتبال نه. حالا... دنیای خواهش تمنا نیست، اینجا ایران با خواهش تمنا همه چی رو میبریم. باشه ما فکر کردیم بالاخره این آدم اومده تو ایران با شما درست میگید ولی منطقی نیست. حالا من اینو بذار تمومش کنم. بفهم آقا وکیل ایشون الا و لا بود گفت تا قرون آخرشو ندید ما لذت نمیبریم. به چه دلیلیه آقا به نظر شما؟ حالا دلیلش میدید؟ بی‌تدبیری ماست، عدم مدیریت ماست. همون دیگه. خب همین موزلی که واقعا حالا من توی این موزل بحث ببین اگه اون موقعی که وقتی قطع همکاری شدش میشستن با هم شاید آقا میتونستن با یه توافقی به مراتب پایین‌تری مبلغو بدن. البته ببین علی جان من این تجربه رو سر کالدرون هم داشتم. به من اومدن گفتن که آقا آقای کالدرون با 100000 دلار راضی میشد کارت جمع کنه. بله. یه آقای کاظمی نامی یه روز به من مراجعه کرد گفت من وکیل آقای کالدرونم. گفتم آقا دمت گرم چیکار کنی؟ گفت خیلی آدم مأخوذ به حیایی و فلان و اینا، شما بیا خودت با این صحبت کن. توی دفتری که ما با هم بودیم یه مکالمه تصویری گرفت از آقای کالدرون. ما گفتیم آقای کالدرون ما در خدمتیم و ما اومدیم درست کنیم. گفت نه قبلی ها اینجوری کردن و با من این کارا رو کردن و فلان. گفت آقا ما کاری به قبل نداریم، ما خواهشمون اینه که از شما به ما یه فرصتی بده. گفت حالا ببینیم چی میشه چیکار کنیم. گفتم که میشه تشریف بیاری ترکیه یا امارات یه جایی بیایی منم بیام بشینیم با هم صحبت کنیم. ایشون گفت من نمیخوام شما رو ببینم، کاری نداریم. حالا رفت سر قصه اینکه ما بالاخره باید این پولو بدی و فلان و فیسان و هرچی هم ما به ایشون زنگ میزنم من وایسشو الان دارم اگه خواستی برات بذارم. خب ما رفتیم پولو جور کردیم، حالا کاری نداریم توی این انتقال پول. شاید خیلیا بگن آقا صرافی که کاری نداره، ما سه بار پول ایشون ریجکت شد برگشت و ما نگران بلوکه شدن پول بودیم. 745000 یورو بود، دلار بود ببخشید. ما به ایشون اول از این من خودم نامه زدیم آقا ما خواهشمون اینه ازت یه حساب دیگه، حساب سوئیس سخت ما پول بریزیم، اونجا دلار رو دائم چک میکنن فلان میکنن، اگه میشه توی قطر به ما حساب بده، تو ترکیه بده، یه رفیق دیگه جای دیگه اصلا بگو ما دستی بده دیگه آقا دیگه. ها؟ در روی دیگه. هر جوری که تو میگی و هیچ رایی نداره، فقط با وکیل صحبت کن. وکیلش هم یه خانمی بود به نام خانم شرم، الان وکیل استوکس همونه. این فکر کنم راهشو یاد گرفته. بنده رفتم مجوز بانک مرکزی گرفتم برای اینکه ارز نیمایی بدیم، که یه سری هم از هوادارهای دوستای شما اومدن گفتن آقا پول نمیدونم دارو رو آقای صدر. اصلا این خبران نیست که مملکت قانون داره. ما بر اساس قانون، بر اساس اون مواردی که توی بانک مرکزی، بالاخره شما یه چیزی رو راشو بلد باشی میری انجام میدی دیگه. ما رفتیم از راش رفتیم ارز نیمایی گرفتیم. آقا کار بدی کردیم، 3,500,000,000 به نفع باشگاه شد. چه اشکالی داشت؟ این محدودیت داره یا همیشه میتونه استفاده؟ هر کی بره دنبالش میتونه استفاده کنه، بعد راهشو بلد باشه. الان 4200 هم که برداشتن آقا شانس آوردید پس. نه این آخه 4200 نبود دیگه. ما چیزی که حساب باید میکردیم 28700 بود، 26 ما 23 تومن گرفتیم ارز نیما اون موقع 23. الان نمیدونم چقدر، درست 3,500,000,000 به نفع ما شد. خب این اومد تو باشگاه، من که تو جیب خودم نبردم که. یا همین آقای استوکس یا اون آقای اوساگونا، سوء تدبیر ما بوده. اگه اینا رضایت نامه استوکس رو نمیدادن اون نمیتونست الان 84,000 دلار ما رو جریمه کنه. کی این کاری کرد رضایت نامه رو؟ حالا زمان آقای رسول پناه بوده دید. اگه آقای سجاده زمین بخوره ورزشی ها زمین میخورن. والا یه افتخاری بود برای من که تو پرسپولیس بتونم شماره 7 رو بپوشم. بعد از اینکه آقای پروین سال 77 برگشتم به پرسپولیس،
اولین بازی اومدن توی رختکن و شماره 7 رو به من دادن و من اصرار میکردم که نه، این علی آقای بعد این شماره توی ویترین باشگاه بمونه، ولی آقای پروین با اصرار زیاد باعث شد که من شماره 7 رو بپوشم. این شرایط، شرایط فوتبال ما، چون شاید اسمشو به عنوان یه فوتبال حرفه‌ای یدک میکشیم ولی واقعا حرفه‌ای نیستیم. اکثر تیم‌ها هم تیم‌های دولتی هستن، تیم‌های خصوصی نیستن، ولی برای پرسپولیس و استقلال هیچ وقت بودجه تعیین نمیشه. شاید تیم‌های دیگه هم هستن که شاید 90% 95% اکثرا دولتی باشن، ولی تا حدودی بودجهشون معلومه. ولی برای پرسپولیس و استقلال هیچ بودجه نیست و هر مدیری هم که میاد فکر نمیکنه که داره میره توی چه تیمی و باید به قول معروف هزینه‌ای که باید برای این تیم بشه چه هزینه‌ای. آقای درویش زمانی به پرسپولیس ملحق شد که آقای صدری به عنوان مدیر عامل بود و اون صحبتایی که کادر فنی میکرد، آقای گل محمدی و آقای پیروانی، که زمانی که قرار بود به قول معروف بخشی از قرارداد بازیکن‌ها داده بشه، آقای صدری جدا میشه، آقای درویش میاد. شاید 3/4 هیئت مدیره باید اقتصادی فکر کنن، باید برن دنبال منابع مالی و این منابع کنار منابع مالی باید بخش مدیریت، فقط منابع مالی نیست، مدیریت کردن و این بخش منابع مالی خیلی مهمه. خب من خیلی خوشحال بودم، خودم هم واقعا خیلی تلاش کردم که آقای سجادی به عنوان وزیر ورزش بشه. خیلی ها میان میگن سفارش میکنن، این هستش، حالا تو تمام جاها این اتفاق میفته، ولی خیلی مهمه که آقای سجادی اگه 10 تا رو که میگن حداقل 5 تاشو خودش انتخاب کنه. پرسپولیس هم تو این مدتی که 5 سال قهرمان شد، مهمترین فاکتورش این وحدت تیمی بود، بازیکنهای بزرگ این تیم بود، کادر فنی بود که کنار یحیی با یحیی کار کرده بودن که هر کدومشون میتونن سرمربی باشن. کریم باقری، حمید مطهری، اینا هر کدومشون میتونن سرمربی باشن. افشین پیروانی که دارن کار میکنن، داوود فنایی و بقیه عزیزانی که دارن کار میکنن، نیمکت فوق‌العاده قوی هستش و بازیکنایی که توی تیم پرسپولیس با عنوان بزرگتر هستن، حالا سید جلال حسینی، بقیه بازیکن، حالا سید جلال رو فقط اسمشو گفتم، امید آلیشا، کمال کامیابی، اینا به عنوان بزرگتر خیلی تونستن تیم رو حفظ کنن. هوادار شما ببینید این وسط خیلی سختی میکشه، میشته من که یحیی استفاده داد، ببینید که خیلی از هوادارا قصه میخورن، خیلی هوادارا گریه میکنن، چه اتفاقی برای این باشگاه میفته. خب ما را مردم تو خیابون میبینن، میپرتن از من، خب ما هم که داخل باشگاه نیستیم از خیلی از چیزا خبر نداریم، نمیدونیم واقعا چه اتفاقاتی هست، ولی حالا بعضی موقع با تلفن میپرسیم. الان هم پرسپولیس واقعا به نظر من تیمیه که شرایط قهرمانی شدن رو داره، با اینکه الان پرسپولیس، استقلال و سپاهان تیمایی هستن که برای قهرمانی میجنگن، ولی پرسپولیس شانس اول قهرمانیه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقا این عکس تاجیکا رو ما داشتیم رفت رو تصویرمون، الان عکسش میاد رو وال. این قرارداد تاجیکا رو شما واسه خیلی هم از قراردادتون دفاع کردید. 110,000 دلار هر کدومشون؟ هر کدومشون. ولی اگه فکر میکنین زیاده بهم بگید. تو خود اون سایتی که ترانسفر مارکت، توی اون سایت زده بود 150,000 تا، یعنی با تخفیف فصلی. بله ما 110,000 تا گرفتیم. آقا صدری در مورد مغانلو از پرسپولیس رفت، شما یه صحبتی کردی که این تیمای صنعتی بیچاره کردن شما، چی کار کردن اللحاظه؟ ببین آقای مغانلو، ما وقتی که ایشون رو میخواستیم توی نیم فصل بیاریمش، کلن برای رضایتنامش 50,000 دلار باشگاهش خواسته بود. وقتی هم که برای ما بازی کرد و اینا، یه عدد ناچیزی هم باشگاه به ایشون داد. ناچیزی یعنی چرا داد؟ حالا خیلی نبود که شما نه من پس نمیدی آقای صدری که نه رقم میگی نه اسم میبری. روز بریم جلوتر. ایشون وقتی که میخواست بره باشگاه سپاهان، اول از این خود اون باشگاه یه نامه به ما زد که آقا اگه ایشونو، چون ما اول درخواست کردیم، برای رضایت نامش یه چیزی بوده 400,000 دلار 300,000، الان من حدود ذهن ندارم، یه عدد خیلی بالایی رو اما طلب کرد.
حتی ما مثلا به 100 تا هم راضی شدیم که حالا بتونیم از یه جایی تهیه کنیم. باشگاه سپاهان این رقم رو داد برای رضایت‌نامه. یه عدد خیلی بالایی هم، یعنی چند برابر اونی که ما با مقانلو مد نظرمون بود بهش داد. بالاخره بحث اقتصادیه دیگه، اونا حق دارن خودشون انتخاب کنن. و یه بازیکنی هم داد به اون باشگاه. یعنی در حقیقت ما حساب کردیم یه چیزی بوده 30 تا 40 تا شد برای شهریار مقانلو. خب من کجا دارم 40 میلیارد؟ بحث برای... کنانی زادگان و نوراللهی هم همین بود که رفتن. یعنی نه آقای کنانی زادگان انصافا من هنوزم بهش ارادت دارم، هم به ایشون هم به احمد. باید قبل از این که تو دنیا هم اینجوره، قبل اینکه تموم بشه قرارداد یه بازیکن، اگه واقعا مد نظرته باید بشینی باهاش مذاکره کنی و به توافق برسی. متاسفانه این توافق با آقای کنانی زادگان نشده بود. خب من چون اونجا بعد رقمی هم که بهش داده بودن واقعا با عدد رقمای ما خیلی متفاوت بود، دیگه خدافظی کرد رفت، ولی هیچی گیره باشگاه نیامد. آقای احمد آقا ایشونو خب من خیلی دوستش دارم، ما تلفنی با هم توافق کردیم، یعنی تقریبا به اون عددی که احمد نظرش بود رسیدیم. ایشون به ما گفتش آقا من شنبه میام با شما قرارداد آجی می نویسیم دیگه با آقای سمیه، که ما دیگه از چهارشنبه ایشون نتونستیم پیداش کنیم، که بعدش هم متوجه شدیم و رفت اون تیم نامون. خب سوال اینه، ببین همه بالاخره این فرموله رو میدونن، خب تو همه جای دنیا هست دیگه. شما به عنوان یه مدیری که بالاخره موفق بودین تو حوزه کاری خودتون، جز مدیر رده بالا بودین، یه تصوری از پرسپولیس داشتین، وارد شدین دیدین اصلا اون اتفاق توش نیست، خب و فکر میکنم یه جورایی فرار کردین اصلا از اونجا، خودتون راحت کردین، الان دوباره میتونید برمیگردین به اونجا. من اگه احساس ببینید... میکنید کاری میتونید برای باشگاه بکنید الان وارد باشگاه بشین؟ بله من چرا اگر... رفتین الان؟ چرا رفتم؟ خب ببینید یعنی بلاخره... مجبورتون کردن استعفا بدید؟ نه هیچ کس منو مجبور نکرد، ولی من دیدم که بالاخره اگر قراره مهمترین چیزی که توی این باشگاه ها به نظر من باید رعایت بشه ثبات مدیریت، یعنی خب قبلش فکر شما... کردین من به عنوان یه مدیر اجرایی همون یه مدیری که هر لحظه میتونن بلندش نه. بکنن نه. از رون صندلی نه، خب این باید یه تصمیم درست حسابی گرفته بشه. حالا الان به نظر شما راه شما... حلی برای استقلال و پرسپولیس هست با بعضی که شما دیدین این تجربه که داشتین توی این مدت؟ من فکر میکنم اگر واقعا یه تیمی رو ما 3 سال 4 سال بهشون اعتماد کنیم، پیمان مدیریتی همین؟ نه اصلا بحث پیمان مدیریت نیست، نه بحث فوتبال هر مدیرامه. من میگم آقا ثبات مدیریتی، اول از این توی هیئت مدیره ما باید آدم اقتصادی باشه. نقدی بکنم به صحبت شما جناب سعدی، شما میگی ثبات مدیریتی، درسته که این باشگاه که حالا مخصوصا پرسپولیس تو 5 سال اخیر خیلی بیشتر شاهد این تغییرات بوده. ببین وقتی اون مدیری که میاد این پست رو قبول میکنه طبق چه اصول و قاعده میاد؟ مگه ندیده گذشته که آقا طرف اومده مدیر داشتیم آقا 6 ماه بوده، مدیر اومده 3 ماه بوده، مدیر اومده 1 سال بوده، ولی من فکر کنم تو 5 سال گذشته فکر کنم بیشترین تایمی رو که مدیر عامل داشتیم فکر کنم زمان آقای طاهری بود اگه اشتباه نکنم، حدود 2 سال مدیر عامل بودش، درسته؟ بس اون مدیری که ادعاش میشه من مدیریت بلدم، خب به زمین که میدونسته آقا توی باشگاه استقلال پرسپولیس این اتفاق، شما شب خوابیدی صبح بلند میشه این دفعه یه مدیر اومده جایگزینه، ولی اصلا دنبال کار اصولی کردن نیستش که طرف اگه 3 ماه 2 ماه 1 ماه میمونه حداقل یه کار مثبتی بکنه که پس فردا که رفت آقا سرش بالا باشه بگه من توی این 1 ماهی که بودم چنین کاری انجام دادم. ما توی این 1 سالی که حداقل خودم دارم میگم من سعی کردم این کارو بکنم. البته شما چند بار به عنوان سرپرست بودین؟ من 4 ماه. 4 ماه بودید. ببین من توی همین 4 ماه ایوانو رو آوردم، قرارداد کارگزارمو بستم، همه کاراشو کردم. درآمدش چی بوده آقا تو این قرارداد؟ درآمدش ببینید من توی همین من فقط توی یه مرحله از ایوانو 15 میلیارد پول گرفتم دادم به بچه‌ها. خب در ادامه مثلا اگه قرارداد تا پایان فصل نیستش، قرارداد من تا 100 میلیارد با اونا
منتها به شرط اینکه این تو قرارداد کارگزار هست یا نه این جداه؟ نه این به کارگزار گفته بودیم این قرارداد ما جدا بستیم. اصلا آور شما انتقال دادین تو قرارداد؟ بله اوناشو که یعنی الان این 100 میلیارد من وقتی با قرارداد ببین من جالبش این بود من وقتی با قرارداد با کارگزار بستم بلا فاصله 20 میلیارد گرفتم بلا فاصله. به نظر شما تو قرارداد 630 میلیاردی 20 میلیارد تومان پول زیادیه؟ ببین ما سه تا آیتم داریم. ما یه تبلیغات محیطی داریم. یه دونه قسمت سوشال مدیا داریم، یه دونه حق پخش. حق پخش که همه میدونیم باید بریم دنبال اون 300 تا مال اونه. چون شما قراردادی که داری میبندی قرارداد 3 ساله است. بالاخره باید این اتفاق برای فوتبال ما بیفته. حالا اتفاقا به نظر من اگه یک تعامل درست حسابی به مهمترین اتفاقی که فکر میکنم ما میتونیم این باشگاه رو درآمدزا کنیم اینه که هر کسی به حق خودش قانع باشه. ما اگه واقعا به حق خودمون قانع باشیم به نظر من دو برابر سه برابر این پولی که برای چرخش باشگاه نیازه میتونیم درآمد ایجاد کنیم. این ببین آقا مشتاقی حرف قشنگی زد، تو دنیا اینا تست شده و همه روشاش هم هست. آقای علی کریمی خیلی ها دوست دارن که آقا هزینه کنن که بیان یه عکس با ایشون بندازن. این باشگاه میتونه از این فرصت استفاده کنه. چقدر فالوور داری آقای علی؟ دور و بر 9 میلیون. خدا پدر مادرتو بیاورد. ما میگیم آقا اگر واقعا یک تیم مارکتینگ درست من توی باشگاه داشته باشم میاد به بازیکن‌ها، نه آقای حالا علی کریمی که جداست، میگه آقا من میتونم، قرار نیست که ما هر چی دیرم بریم پخش کنیم توی به اصطلاح توی سوشال مدیا. شما میتونی 5 تا اسپانسر طلایی بیای انتخاب کنی، بگی آقا من 5 تا برند درجه 1 رو میارم آقا تمام بازیکنم هم منتفع بشه. شما یه سری ایده الان به بازیکنم میگم آقا من هر تبلیغی که کردم اینقدرش هم میدم به شما، نمیاد انجام بده 100% انجام بده. یه چیزی که یه مشکلی که تو قرارداد هست، ببین من یادم وقتی رفتم بایر مونیخ قرارداد شد، قرارداد حالا آخدادادم اونور بوده، ما صفحه قراردادی که امضا کردیم دو صفحه سه صفحه بود، نزدیک 50 صفحه من قرارداد دیگه امضا کردم. بله. همه بعدن بابت اسپانسر بودش. ببین شما وقتی بازیکنی میاد با یه باشگاه قرارداد میبنده باید تمام اسپانسرها رو آقا ساپورت بکنه. ببین اینجوری نباید باشه که چرا... طرف بگه آقا نه من اینو نمیذارم، این پست نمیذارم. میدونی چرا این اتفاق نمیافته؟ به دلیل اینکه من باشگاه به تعهداتم تموم شده نسبت به بازیکن درست انجام نمیدم، نمیتونم همون توقع رو بازیکن داشته ولی اگه حقوق بازیکن سر وقت پرداخت بشه طرف موظف این کار انجام بده. من این بودش که آقا من باید به بازیکنم ماهانه پول پرداخت کنم. اصلا این بده که یه بازیکن بگه آقا به من پول ندادن 10% دادن. این برای من بده ها، نه بازیکن، برای منی که میگم آقا من مثلا مدیر یه تیم با 40 میلیون هوادار هم این زشته. واقعا همه این فشار روی هواداره، واقعا هوادار مظلوم واقع شده. هر اتفاقی میفته حالا بابت مسائل مالی، بابت نمیدونم بسته شدن پنجره نقل و انتقالاته که هر الان هم دیگه این حکم هم دیگه برای حکمای داخلی هم صادر میشه، درسته؟ برای شکایت‌های بازیکن داخلی، مدیر مربی داخلی، درسته؟ همین علکه حرف زدن و شعار دادن اینا فایده نداره، باید از همه چیز بگذری. من چیزی ندارم که بخوام ازش بگذرم، همین نفسرم دارم، اینم مال تو پرسپولیس، من چیزی دیگه حتی طلب نمی کنم. من بعد از این همه سالی که تو پرسپولیس بودم هنوز خودم پیشکسوت نمی دونم. من هوادار پرسپولیسم. خب من با شارق و شاهین بیانی خیلی رفاقت نزدیکی داشتم، اون طرف محل ما بود در خونه شون.
با اونا رفتم سر تمرین استقلال. اونجا آقای حجازی به من گفتش که الان اینجا بعید، هم منم هم حجت خاکسار تهرانیه هم حمید ملک احمدی، بهتره که برید یه جایی که بهت بازی برسه، من با علی آقا صحبت میکنم، برو تمرینای پرسپولیس. که من به حرفشون گوش دادم و تو زمین خاکی استوار علی آقا رو دید و منو معرفی کرد و از اون زمان سال 59 فوتبال هم با پرسپولیس شروع کردم و تقریبا 12 سال مدام گلر پرسپولیس بودم. مثلا توی یه مجلسی دارن پیاهن استقلال رو تنه مثلا بازیکن میکنن، اینا هم اونجا حضور دارن. خب این بده، این اصلا این عکس از کجا اومده؟ وقتی من میبینم که رئیس سازمان میگه زمین فوتبال دارم که بدم دست پرسپولیس ها برن توش تمرین کنن، چطور شما زمین آرارات گرفتی واسه پرسپولیس واسه استقلال که بره توش تمرین کنه؟ پرسپولیس جایی تمرین میکنه که اگه صبح رفتن باید شب برگردن. خب این خودش یه سفره. راحت بگیم آقا من استقلال رو دوست دارم، میخوام به این تیم برسم، میخوام اصلا اینا رو قهرمان کنن امسال. خب یه جامی هم تهیه کنیم بدیم به استقلال، این تیمای دیگه هم واسه خودشون بازی کنن دیگه. یحیی گل محمدی چیزی نمیخواد که. یحیی گل محمدی میگه آقا من پرسپولیسی ام، من تا آخرش هستم با همتون هستم، منتهای مراتب شرایط کار رو واسه من فراهم کنی. چرا مدیرای ما قبل این مدیرای ما کاری کردن که الان پرسپولیس باید ضربهشو بخوره؟ اوساگونا کی بود اصلا؟ یا آقای رادوشویچ، آقای انصاریفر اومده با این 3 ساله بسته. چرا 3 ساله بسته؟ علی پروین تنها بازمانده، یعنی آقای کلانی، آقای پروین تنها بازمانده های فوتبالیست های قدیم هستن. قدرشون رو بدونید. ما ها که یه ذره جوانترین باید بریم تو صحنه، که من میام تا آخرشم میام هستم، هوادار بدونه که من زبان پرسپولیس هستم. من از آقای مرداد میناوند سر خاکش اجازه ازش گرفتم که بتونم حرف سخنمو بزنم و دروغ و کلک نگم. به استقلال دارن بها میدن به خاطر اینکه پرسپولیس 5 سال قهرمان شده. اینا میگن که دیگه نباید قهرمان بشه. چرا نباید بشه؟ نکنه این کارو، بذارین پرسپولیس به حال خودش به زندگی خودش پیش بره و نکنین این کارو که بعدها اسم شما به اسم کسایی که صد به راه ورزش شدن نام برده میشه. الان من یه سوالی از شما پیشنهادتون به مدیر بعدی یا مدیرای آینده که میخوام بیان پیشنهادتون چیه؟ پیشنهادم اینه که از پتانسیل همه کسایی که میتونن به این باشگاه استفاده کنن همه بیان با هم دیگه کمک کنن استفاده کنن. پتانسیل شما استفاده نکردن. بکنه، من که حرفی ندارم. اتفاقا جالبه، من خودم من به آقای درویش هم مسیج دادم. آقای درویش دوست منه، ما با هم رفت آمده خانوادگی داریم. بنده خیلی هم پسر خوبیه. من آقای درویش چرا قبول کرده؟ حالا دیگه خودش باید بپرسه. این هم مدیر من براش نوشتم آقای درویش اگر شما هر کمکی از من در هر موقع شبانه روز خواستی من در خدمت. یه قسمت رو شما گفتین که امسال هم به AFC دروغ میگفتن. به نظر شما این کار درستی میشد؟ من نگفتم دروغ میگفتم، من گفتم که آقا هر کاری که آقای اولیایی همون کاری که سال قبل کرد امسال هم میکرد، چه اشکالی داشت؟ آقای اولیایی الان فهمیده که پارسال دروغ گفت. نه جمله رو شما گفتید که به AFC باید دروغ امسالم. میگم هر کاری باید میکردن. اگه ایشون گفت آقا من پارسال گفت من پارسال دروغ گفتم امسال دیگه میخوام دروغ نگم. این کارو میکرد جناب صدری. امسال هم سال بعد چی میشد؟ بالاخره باید یه جایی مشکلات برطرف میشد. ببین ما رفتیم نشستیم در جلسه ای که آقای عزیزی خادم بود، آقای عباسی بود، آقای آجرلو بود، من بودم و آقای داریوش خان مصطفی. گفتیم آقا ما امسال رد کنیم یه ددلاین 6 ماهه به ما بدید. اول از این جالبه همه اینایی که دارن میگن ما کل ایرادمون نمون 2-3 تا بود دیگه، بیشتر که نبود که. 2-3 تا اصلی.
خب ما سر چیز، سر مالکیت، خب آقای سجادی تدبیر خوبی کرد. خب آقا مثلا اینا دو تا وزارت خونه بشن متولی این دو تا. ما داریم میریم تو بورس. بعد به نظر شما حرکت مثبتیه؟ بسیار کمک میکنه. میدونی بزرگترین کمکش چیه به این باشگاه؟ چند درصدش اولو ببخشید؟ 10 درصد یا تا 15 درصد. به نظر شما با 10 درصد 15 درصدی که میخوان ببرن تو بورس کسی استقبال میکنه از این قضیه؟ آره. ولی یه اتفاق خیلی خوب میفته. وقتی تصمیم گیرنده بازم وزارته به نظر شما؟ من که به شخصی اصلا علی جان دو تا نکته وجود داره. یکی تصمیم گیرنده، یه حسنی که بورس برای این باشگاه داره که خیلی خوبه، خیلی خوبه، بحث شفافیت مالیه. ببین بزرگترین ایرادی که این دو تا باشگاه دارن اینه که شفافیت های مالی تو زمانهای مختلف نداشتن. شما وقتی بری توی بورس، یعنی وسط آکواریومی، ولی ببین وقتی شما بری تو بورس دیگه باید هر سه ماه بیایی صورتهای مالی تو بدی، بیایی شب اگه ندی نمادتو میبندن، هزار تا اهرام وجود داره. معیار انتخاب مدیر عامل تو باشگاه پرسپولیس چون به اصل چه مسیری رو باید رفت؟ آره چه مسیری رو باید یک کسی طی بکنه تا بیاد بشه مدیر عامل باشگاه پرسپولیس؟ اما نپرسیم شما بالاخره رئیس هیئت مدیره این باشگاه بودید یه تایمی هم 3-4 ماه مدیر به عنوان سالا سرپرست مدیر عاملی بودید. ما خیلی جالبه، ما میبینیم آقا یه مدیری میاد خوب کار میکنه ورش میدارن، یه مدیری که میاد بد کار میکنه ورش میدارن. خب این از چه طریقی وارد میشه که آقا براشون عمل کردش اصلا مهم نیستش؟ طرف اینه که حالت یه جورایی مثلا بله قربانگو باشه که بمونه و... که خیلی هم بودن این اتفاق افتاده، ولی با این وضعیت هم بازم عوض شده اینا. بالاخره من میتونم توی این 5 سال آقای طاهری رو نام ببرم که زمانی ایشون دو تا تیم دو تا قهرمانی داد، استارت قهرمانی این 5 تا قهرمانی متوالی از زمان ایشون شروع شد دیگه، درسته؟ ولی بازم ایشونو برداشتن. من خیلی هم برای من شاید برای خیلی از هوادارام این سوال باشه که معیار انتخاب مدیر عامل برای این دوتا باشگاه چی هستش؟ حالا که شما که تو بطن کار بودید بالاخره یه اطلاعاتی دارین، آقا به ما هم بگیم، ما هم در جریان قرار بگیریم، هم هوادارا واقعا انگیزشو داریم. ببینید من حسم اینه که اولی چیزی که آدم باید داشته باشه اینه که خود آدم این توانو در خودش ببینه. یعنی ما یه چیزی که فکر میکنم میتونه به ما کمک کنه، وقتی به من گفتن که بیا رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس شو، من حس اینو نداشتم که مثلا من باید یه فوتبالی در حد علی کریمی داشته باشم. من حس کردم که من قراره برم اونجا یه کار اقتصادی و یه کمک اقتصادی بکنم که کمکم هم کردم. من در نهایت بخوام بگم فکر میکنم یه چرخه هست این اومدن رفتن مدیرها مثل شما. مسلما بعد از شما هم مدیری میاد اینجا میشینه و کلی ایده های جدیدتر از شما رو میاد میگه و احتمالاً از ایرادات شما هم میگه و ما چندین ساله که داریم تو این دایره، تو این لوپه میچرخیم و همچنان هم ادامه داده و هیچ اتفاقی هم نمی و من هم فهم میکنم و فهم میکنم شما هم در نهایت بخوام بگم شما هم قسمتی از این بودین که شناخت کامل داشتین نسبت به اوضاع، اینکه این تیم چه شرایطی داره. یه مدت بعد میومدین اینجا این انجام وظیفه رو میکردین. منم یه جنبندی بکنم. آقا اول خیلی ممنونم ازتون، خیلی زحمت کشیدید، مرسی. من حرفی کردم طبق صحبتایی که آقای صدری کردن، علی از آقای صدری پرسیدن که این مدیرا چه جوری میان. آقای صدری توضیح داد که باید اول توانشون رو ببینن بعد بیان دیگه، درسته؟ ولی من فکر میکنم 95% تا 99% مدیرای ما پرسپولیس و استقلال در خودشون توان دیدن، ولی وقتی رفتن کارنامه‌ای که به جا گذاشتن فکر می‌کنم تنها چیزی که درشون نبود توان بود. یعنی من خودم باید این توان ببین. نه من الان آقا راجع به شما صحبت نمی‌کنم، من کلی مدیرایی که اومدن همه در خودشون توان دیدن که اومدن، ولی توانشون 3 ماه بود عوض شدن رفتن، 6 ماه بود عوض شد رفتن. الان یه چیزی بالغ بر
نمیدونم چقدر 600 میلیارد چقدر 300 میلیارد بدهی روی سر باشگاه پرسپولیس حداقل هست و استقلال این چه توانی در خودشون دیدن. آقای خداداده عزیزی اگر به ما اعتماد کنن من حاضرم 3 سال 4 سال به من قول بدن بگن آقا ما با تو کاری نداریم دستت نمیزنیم. من این علاوه بر این که کل این بدهی ها رو پرداخت میکنم 100% این باشگاه رو به روز و با سود تحویل شما. خیلی ممنونم از شما آقای سجادی. جلوی دوربین آقای صدری داره قول میده بد نیست آزمایش کنید. این همه مدیر دادید، نه پیمان مدیریت میخواییم نه چیزی، فقط 3 سال کاری نداشتیم. این همه مدیر شما دادید، هی معرفی کردید با رانت گارانتی میدین بابت این چی شد آخرش؟ هر گارانتی بخوای آزرم بده. خیلی ممنونیم آقا، از گارانتیتون هم ممنونیم. دست شما درد نکنه، میریم قسمت بعدی رو ببینیم. خسته نباشید. خسته نباشید آقا. خسته نباشید. قبل از کرونا من همه بازی‌ها رو می‌رفتم تقریبا استادیوم، یعنی بازی‌ای که تهران بودم اکثرا چیز می‌شد می‌رفتم استادیوم، ولی خب از وقتی چیز شد بلیط الکترونیکی شد دیگه نتونستم برم، چون ما پاسپورت چیز داریم، پاسپورت اقامتی داریم، وارد سایت که می شدم شماره پاسپورت رو می زدم چیز نمی شد، اصلا ارور می داد، رد می داد، به پشتیبانیشون هم زنگ می دادم می گفتش برای اطفا ما در نظر نگرفتیم ورود اطفا را. سلام، من احسان پاینده هستم، اهل افغانستان، بچگی تو ایران هستم. هموطنهای ما خب پرسپولیسی خیلی زیاده، بچه های افغانستان خیلی هاشون پرسپولیسی هم لیگ آماتوری تقریبا داشتن، ولی خب بازیکنهایی که بیرون از اونجا بازی میکنن میشناسن اکثرا، فیزل شایسته، حسین زمانی الان تو نایمخن هلند، همون جایی که قبلا علیزا جهانبخش چیز میکرد بازی میکرد، البته زیر 21 سالش بازی میکنه. حرف همه ما همینه، شرایط برابر، یعنی اگه بردی از فوتبالی باشه، اگه باختی هم از فوتبالی باشه، یعنی میگه به این تیم برسه 5 سال داره قهرمان بشه تیم. کجای دنیا رو شما رو دیدید که یه تیم 5 سال قهرمان بشه بعد 5 سال قهرمانی یه زمین تمرین خوب نداره؟ چرا نباید داشته باشه پرسپولیس؟ پرسپولیس مگه برند کوچیکیه که یه زمین تمرین نداشته باشه؟ من یه کارگر ساده ام، ما اشتراط 4-5 تومن حقوقمه، 3-4 تومن حقوقم حدودا. من اگه یه نفر باشه، مثلا یه نفر باشه که هواداره بهش واقعا اعتماد داشته باشه، یه شماره حساب بگه، من واقعا از ته دلم حاضرم در حد خودم ماهیانه 200-300 تومن کمک پرسپولیس کنم تا تیمم راه بیفته، یعنی از این وضعیت نجات پیدا کنم. من خیلی دوست داشتم این بزرگوارا رو نزدیک بگیرم، مخصوصا علی آقا کریمی رو. این همون اولین بازی که علی آقا کریمی اومد پرسپولیس دیگه، بعد چند سال که آقای فتح‌الله زاده میگفت قرار بود بیاد استقلال و بمب ترکونن و اینا. این قهرمانی پرسپولیس بود با افشین قطبی. اون موقع این پرچم ستاره ای نداشت به دلیل اینکه 10 تا قهرمانی رو ما نداشتیم، ولی خب بعد 10 تا قهرمانی ستاره واقعی رو زدیم رو پرچممون. ستاره اونم جعلی نیست، عاشق این پرچم هم دیگه، دوست دارم این پرچم همیشه بالا بمونه و انشالله بالا میمونه، با آقای یحیی گل محمدی حتما بالا میمونه. تأمین بودجه کافی برای خرید بازیکنان جدید، این یکی از 3 شرطیه که گل محمدی برای موندن در پرسپولیس گذاشته. همین شرط باعث شده هر روز در رسانه‌ها بازیکنان زیادی به عنوان لیست خرید یحیی معرفی شن، اما موضوع اصلی بررسی نیازهای پرسپولیس و موجودی بازار نقل و انتقالاته. در شروع فصل اسدی،
پاکدل، علی نعمتی و ابراهیمی جایگزین نوراللهی، کنعانی زادگان و مغانلو شدند. اما از این خریدهای پر سر و صدا بازیکنی جز نعمتی نتونسته جایگاه باثباتی در ترکیب پرسپولیس پیدا کنه. لیست بازیکنان پرسپولیس نشون میده با جدایی رادو، گل محمدی دنبال یه رقیب برای حامد لک میگرده. در خط دفاعی اما پرسپولیس در هر پست حداقل دو بازیکن با سابقه داره و در راست علاوه بر شیری و سفرو، یحیی روی فرجی و سیامک نعمتی هم میتونه حساب کنه. در چپ هم امیری میتونه جایگزین آقایی و شجاعی بشه. در خط میانی مهمترین ستاره میانی سالهای اخیر پرسپولیس یعنی نوراللهی از این تیم جدا شده، اما با توجه به بازار لیگ ایران بعیده در زمستان بازیکنی در حد و اندازه های کامیابی نیا و سلک به این تیم اضافه شه. همین حالا تنها هافک های لیگ ایران که تونستن در تیم ملی اسکوچیچ بازی کنن هافک های میانی پرسپولیس هن و به نظر میاد هدف نقل و انتقالاتی گل محمدی در این پست جایگزینی برای اسدی به عنوان آلترناتیو هافک های فیکس این تیم باشه. در پست وینگر دست یحیی بازه و ترابی، امیری و نعمتی بازیکنایی در لول تیم ملی هستند و بعید رقیب جدی از بیرون به این جمع اضافه شه. بقیه وینگرهای پرسپولیس یعنی پهلوان و آلیشا هم تجربه قهرمانی لیگ و درخشش در آسیا رو دارن. بیشترین شایعات نقل و انتقالاتی پرسپولیس اما مربوط به پست مهاجمه. مصدومیت آل کثیر و جدایی مغانلو دست یحیی رو نسبت به فصل پیش خالی کرده. پاکدل و مهدیخانی هم هنوز نتونستن اعتماد کادر فنی رو به دست بیارن تا تنها مهاجم کلاسیک پرسپولیس که کادر فنی روش حساب کرده مهدی عبدی باشه و برای زوج او مهاجم‌های مکمل مثل امیری، ترابی، آلیشاه و نعمتی گزینه‌های اصلی بازی باشند. حالا سوال اصلی این: در بازار فوتبال ایران کدام مهاجم می‌تونه کمبودهای پرسپولیس رو برطرف کنه؟ هیچ بازیکنی در لیگ ایران نتونسته در یک نیم فصل بیشتر از عبدی 5 گله در جریان بازی گلزنی کنه. پس طبیعیه چشم پرسپولیس به دنبال ستاره‌هایی خارج از لیگ ایران باشه. حالا باید منتظر موند و دید پرسپولیس بر اساس نیازش در سه پست دروازه‌بان، هافک میانی و مهاجم و با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامانی که از پس پرداخت معوقات بازیکنان هم برنمیاد چه بازیکنایی رو جذب می‌کنه. خریدهایی مثل پیشفصل کمک موثری به این تیم نمی‌کنن و ستاره‌های بزرگ ایرانی و خارجی هم ریسک مالی و هزینه بزرگ برای این تیم به نظر می‌رسن. هرچه هست قهرمان 5 دوره اخیر لیگ همچنان مدعیه و توی سالهای اخیر تونسته از بحرانهای بزرگتر هم عبور کنه. آندو بفرم چی میتونه باشه حالا؟ علی آقا ترتیب چطوری نیستیم؟ هر کی باشه ترتیب چطوری بود؟ بعد شما ما دوتا نیستیم. چرا؟ یکی از شما دوتایی. مطمئنی؟ آره مطمئن؟ مطمئن مشتبس بریم آقا. تو دیگه عکسی نداشتی؟ علی آقا نه خدا کنه اون صحنه باشه که کدو صحنه مشتاق؟ نه اونو ندارن عکسشو. چشم باز بعد بازسازی بکنم به صورت انیمیشن. آقا مجدواس به به. دلی رفت اینجا دیگه. دلی رفت. از بچه. از نوجوانی بازیاشو بازی سپاهو نگاه میکنی. آچار از زیر پاشو. این قضیه دلی چیه؟ دلی رفت. من نمیدونم. چرا میگی دلی رفت؟ از خودش بود. اینجا دلی رفت مشتاق؟ حالا چی شد مشتاق اصلا رفتی سپاهان؟ والا نوجوانی دو عاشق سپار بازی نه واقعا بدترین موقع بود که میشد از استقلال برم، اما فکر می‌کنم به خاطر دعوایی که با آقای فتح‌الله زاده کرده بودم اون سال، یعنی سالی که دعوا کردم نتونستن منو بذارن کنار، اما دنبال یه فرصتی بودن که حالا این اتفاق بیفته و من بعد از اینکه جام جهانی رفت تیم ملی راجع به وضعیت استقلال یه سوال می‌کردم و من گفتم که وضعیت استقلال این روزا خیلی مسخره است که حالا خیلی شرایط نیستش و پول نمیدن و اینا، دیگه همینو بهونه‌ای کردن و گفتن که نمیدونم یه سری بیانیه دادن و بعد طوری بودش که دیگه دوست نداشتم وایسم تا لحظه آخر، یه مقدارم وایسادم حالا تا ببینم که چه اتفاقی میفته، اما دیگه تصمیم گرفتم. چرا وایسادی؟ مشتم اونجا هم رفتی
چهار پنج تا بازی بعد دیگه والا اصلا دل و دماغ بازی کردن نداشتم. چرا رفتی؟ من یه عذرخواهی به واقعا مردم اصفهان بدهکارم، به خاطر اینکه برای این تیم یعنی بازی نکردم، قرارداد داشتم اما یه طوری شده بودم، نمیدونم شاید واسه شما اتفاق افتاده باشه، اصلا یعنی نمیتونستم بازی خودم بکنم، نه لذت میبردم، تمام مدتم توی خونه بودم. میدونی بعد از استقلال احساس میکردم که جا به جایی مفیدی برای من نیست، یعنی به اجبار رفتم سپاهان و خیلی هم صبر کردم، به هم زمان دادم که حالا دوباره برگردم، اما خب یعنی یه طوری شده بود که اصلا سر تمرین نرفتم. فصل رسیدی یا نه؟ نه پنج تا بازی. پنج تا. برف اسفارو ندید. بعد آره بعد برف اسفارو ندید. شما برف مونی خودتون برف اسفارو نتونستید. ما از این عکس می‌بینیم دنبال چی بودیم؟ چی؟ یه عذرخواهی از مردم اسفهان بکنی سپاهان که کردی. عکس‌ها اینجوری واقعا دنبالش بودی؟ دنبال چالش. آره نه واقعا. آره. آقا تو 5 تا بازی. اصلا رفتارم قرارداد چقدر بود؟ پولا که پس دادن. همه رو؟ من 400 میلیون هم به باشگاه در واقع بابت انتقال به کل پول بازیشون کردی. خیلی خیلی سخت بود رضایت گرفتن، چون من یه زمان کوتاهی داشتم که برم جای فریدون زندی توی الاهلی قرارداد ببندم و جایم رفته. من مسئول شد فریدون مرد میدون. آره بعد به من گفتن که پولو باید بهمون بدی و من یه چک دادم، چکم مطمئن بودم، گفتن نه پول نقد باید باشه حتما ببینیم. گفتن اصلا فرصت اصلا این مدلی بود. بعد که حالا با 1000 تا دعوا تونستم 500 تومن رو جور بکنم بهشون بدم. چیکو ای داره اینجا خب سوشه میاد بگو ترامر. بعد به من گفتن که پول رضایت چقدر میدی؟ من گفتم که والا پول اصلا بهش فکر نمی، یعنی لحظه آخری بود دیگه. 400 تومن پول رضایت بدید. 400 میلیون دادم، دو تا چک دادم اونو زمان داد. گفتی 500 صدش چیکار کردی؟ آره اما واقعا من عذرخواهی بعد می‌کردم بابت این اتفاق. خیلی ممنونم از عذرخواهی. سلامت باشی. کاغذ آچار از زیر پاش رد نمیشه. نه بابا پریده تو جای این زانوش خم کرده پریده. خدایش همیشه تیره یک کارو می‌زدن چون خوب می‌پریدن. اینجا چشاش قشنگه. نه چشای باز این خیلی موهای جوگندمیش تغییری نکرد. آها یه اتفاق دیگه هم هست. احسان آکسپتی مو اینجا بود ها. البته خیلی ممنونم از تماشاچی استقلال، چون یه مقدار شک داشتم که این بازی رو جلوی تیم استقلال بازی بکنم یا نه، اما من بودم این بازی نبود. تو آزادی بود درسته؟ آره تو تعویض شدی. نه اومدی بیرون. نه بازی کردم. همه رو بازی کردی؟ اون یه بازی دیگه بود. اما خب اون تو خواب دیده بودی احتمال. خودت خیلی محبت داشتن نسبت به استقلالیا. آره. استقلال شما رو دوست دارن آقا مشتبه. سلامت باشین. اما یه طوری بود که میگفتم اگه اون اتفاق امضا کنه آقا باشه حالا صحبت نکنه. نه من این امضا کردم. میگه در توضیح بده. امضاشو بگو چه جوری باشه. آقا کیو بزن. هر دفعه یه دونه نقطه زیاد میشه. یه خط کردی. بگیر اینجا بگیریم بریم. آنده بگیر. یه عکس هم بگیریم. عکس آنده هم برسه. وایرال بشه آقا. خیلی ممنون. بریم آقا. بریم. تراس آقای تراس. بذار مشتبه اینجا خودشون نصب کنه. آقا تراس هم بدید بریم دیگه. علی جان. خیلی محبت آمیز. چه بخوایی کرد. از این ممنونیم. چاکرم. ما دنبال همین بودیم. نباش شوخی کردم. گفتم دنبال این بودیم. آه نه. خوب شد که البته پولارم دادیم بهشون. بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان رأی کمیته استیناف اعلام شد و خدا رو شکر استقلالی اصیل و اون رأی قبلی تایید شد از گلگهر امتیاز که از شد به سپاهان و استقلال و پیکان اضافه شد. پیش بینی کرده بود که نمیشه درسته؟ من پیش بینی نکردم. من اونجوری که صحبت بود میگفتم آقا در مورد این قضیه که خودمونم صحبت کردیم باشگاه گلگهر مقصر نبوده، فدراسیون فوتبال سازمان لیگ باید حتما این مجوز ITC نمیدونم تعداد بازی های ملی یارو بالاخره تو سازمان لیگ هم یکی باید تایید کنه غیر از اینه مگه؟ خب میگفتش که تو ما مسئول نیست، یعنی اینجوری نوشته شده تو قوانین که خود باشگاه باید صحت و سقم مدارک رو تایید بکنه. درخواست ITC رو مگه فدراسیون نمیده؟ دقیقاً حرفمون همینه دیگه. من علی ما میگیم ITC رو فدراسیون میده درسته؟ وقتی ITC رو فدراسیون درخواستشون آره به تایید فدراسیون رسیده اون بازیکن دیگه فدراسیون فوتبال این بازیکن رو دادن بهش که تایید کنه برای ITC شم خواسته از هر کشوری گابون هر جایی
وقتی آقای کسی میاد فوتبال تاییدش میکنه، تایید بازی ملیشون همه چی شو همه چی الان نظر مثبت شما چیه؟ الان شما فکر میکنید توی مثلا اروپا تو آلمان وقتی دارن راجع به یه قانونی صحبت میکنن فدراسیون، این قانون فدراسیون گذاشته دیگه، من غیر فدراسیون، این قانون باشگاه گلگهر که نذاشته یا باشگاه استقلال که نذاشته، جوابگو هم باز فدراسیون فوتبال باید باشه نه باشگاه گلگهر. مثلا یه قانونی زمانی که ما آلمان بودیم علی هم یاد شدیه، یه دونه بازیکن غیر اروپایی میتونست توی لیگا بازی کنه، یه تیم میومد سه تا بازیکن غیر اروپایی میگرفت، آسیایی میگرفت، اگر یه وقت مثلا یه دونه اشتباه میگرفت فدراسیون با چک کنه طبق قوانینی که خودش گذاشته نه طبق، حالا اصلا گلگهر نکرد این کارو، فدراسیون چرا تاییدش کرده؟ من فکر میکنم که من نظرم این بود، نگفتم که رأی بدم. اتفاقی قبلا نیفتاده بود که این امتیاز کم کنن از تیمای اشتباهی کرده باشن؟ نه، ببین تو ایران همه چیزها اتفاقات اولین بار میفته دیگه، چیزای خودشون ببین مثلا یه نمونهش من همیشه برام سوال بود، یه مدتی بود تو لیگ برتر گلر خارجی آزاد بود، تو لیگ یک قدغن بود، بعد یه دفعه تو لیگ برتر قدغن شد، تو لیگ یک آزاد شد. یعنی اصلا معلوم نبود چرا آزاد شد چرا قدغن شد. الانم من واقعا نظری ندارم، نمیدونم چی بگم، چون فدراسیون میگه که تقصیر ما نیست، گلگهر میگه درسته، از اون برم خب یه سری تیماش نظر شما نظر من متشکرم. علی جان شما نظر چی دارید؟ من دارم فکر میکنم این قضیه شما چی گفتید؟ من کنجکاوم که قضیه اون ایمیلام یعنی مشخص شه که کی اون ایمیلا رو فرستاده، حتما پیگیری کردن که الان دوباره این حکمو صادر کردن دیگه، یعنی تایید شده. آره بس. اما قرار بود که بگن خب میدونی یه نفری از باشگاه گلگهر یه کسی بالاخره وقتی که اونجا زینف بوده ایمیل کل ایمیل میگه به آدرس غلط فرستادن برای ما، اون احتمال زیادی که از نفرات است که باشه گلگهر مشغول فعالیت مشتبه. از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه کنیم، الان توی آیین نامه ما اساس نامه واقعا خیلی کم و کسری هستش اینا. ببین شما چند وقت پیشم تیم پیکان و سایپا بودن دیگه، 6 تا تعویض کرده بودن، خودشون هم نمی‌دونستن چیکار باید بکنن، اول رأی دادن سه هیچ، بعد رأیه رو برگردوندن، آخرم کسی متوجه نشد که در نهایت چی شد تیم سایپا بود. مثلا این اتفاقات جای دیگه نیفتاده، معمولش همین جوریه که امتیازو کم میکنن، چون یه بحثی بود که میگفتن که حالا از اون کم میشه به دیگران اضافه نمیشه یا همچین چیزی، همون میگم اینو بعد قشنگ آقا ترسیم بشه روش، آقا بالاخره مطالعه بشه که حق کسی ضایع نشه. من اون دو راجع به یه چیز دیگه هم صحبت کردیم مشتاق، اگر باشگاه گلگهر این بازیکن رو دو بار بازی داده بود باید فدراسیون فوتبال بهش اعلام میکرد که آقا این بازیکن شما امکان داره مشکل داره غیر قانونی باشه تا اون بازیش نده. دو تا یه دونه بگو شکایت رو دریافت کرده بود، اصلا شکایت الان فدراسیون فوتبالی که میاد میگه آقا این تیم کسر امتیاز باشه اطلاع نداده، شما یه تذکر نباید بدید، یعنی نباید باشگاه گلگهر آگاهی بدید که آقا این قراردادی که بسته شده این بازیکن طبق قوانین ما قوانین درست نبوده. بعد از اومدیم و باشگاه سپاهان و استقلال و پیکان شکایت نمی‌کردن، این بازیکن 10 تا بازی برای گلگهر می‌کرد، لیگ به هم اصلا لیگ به هم می‌ریخت دیگه، تعطیل می‌شد لیگ، از همه تیم‌ها امتیاز بهشون بدن بگیرن تخت کنن هی بدن. الان چی شد؟ الان اون بازیکن رفت؟ بازیکن که بنده خدا فکر کنم الان زنده، نه الان دور زمین میدوه، گابون برف نبوده، بردنش لباسون برف نکرد، علی بردنش لباسی بود. اما خدا رو شکر نظر چیه؟ خدا رو شکر چی؟ که به باشگاه استقلال این امتیاز رسید. خب آره این نشون میده شما چی آوانده خود شما خدا رو شکر میکنی؟ که اولش گفتش که اینو که نه یه چیز دیگه بابتش چی؟ چی دیگه خدا رو شکر علی نظر شما چیه؟ بابت رأی استیناف من گفتم آه نه اون نی اصلا نمیدونسته راجع به چی صحبت میکنی، فقط تایید کرد. نه آخه چند در مورد چند تا چی صحبت کرده؟ نه الان راجع به رأیه نظر رأیه که خب میگم حالا باید ببینیم قوانین قانون چی میگه که کسی اطلاع نداره این رأیی که دادن درست هست نیست قانونی هست یا نیست، و چون میگم تو آیین نامه چنین چیزی رو فکر نمی‌کنم، مثلا اینو فکرش کرده باشن آورده باشن نه میدونم، نه من میگم توی قانون هست توی آیین نامه هستش این چیزی. خب این قانونی که فدراسیون فوتبال گذاشته چرا تا حالا این اتفاق آقا شاید فدراسیون فوتبال که زیر مجموعه فیفا مگه نیستش؟ باید از یه سری قوانین فیفا بالاخره تبعیت کنه دیگه، درسته؟ نمیتونه شاید فردا بیاد آقا یه قانون دیگه ای رو
این دنبال رأی مشابه میگشتن که همچین اتفاقی افتاده جای دیگه، یک جای دنیا اینجوری نشده اصلا. اختیاراتی در اختیار کمیته انضباطی همون کشور همون فدراسیون هست که منحصر به فرد برای هر کشوری. من اصلا بابت ببخشید خدا، من بابت این قانون سر بازیکن خارجی اصلا مشکل دارم با فدراسیون فوتبال. من میگم آقا من اگه مالک یه تیمم، این قانون من در آوردیه یعنی، بله برای اینکه خودش ببین فدراسیون فوتبال آقا نه آندا حرف علی میدونی چیه، میگه مرجع فدراسیون فوتباله، قوانین و فدراسیون فوتبال میذاره در مورد بازیکن خارجی بگوید. در میگم یه قانون گذاشتم بعد از اینکه شکایت ها زیاد شد درسته، بازیکن خارجی حالا بیشتر برای بازیکن اومدن گفتن آقا باید چنین شرایطی رو داشته باشه. خب من اصلا با این قضیه مخالفم، شاید آقا یه دونه بازیکن خارجی باشه که در سطح مثلا خیلی لیگای پایین تر بوده ولی کیفیت بالایی داشته باشه. خب شما اومدید برای اینکه زیر بار این از زیر بار این مسئولیت خارج شید که آقا چرا آقا فدراسیون فوتبال میذاره با یه سری باشگاه میام بازیکن خارجی میبندم بی کیفیت، بعدم طرف میره شکایت میکنه فیفا درسته. خب اینا اومدن اینو کردن خودشون راحت کنن، 4 تا بازی ملی. آقا الان شاید خیلی بازیکنان باشن خب خیلی کیفیت خاصی نداره ولی 4 تا بازی ملی رو داشت، این ملاک میشه به نظر شما؟ راضی از بازیکنی که گرفته کیفیتشو دیده آورده به کسی دیگه ربطی نداره. آره دیگه من میگم آقا اصلا قانونی که گذاشتم به نظر من سر بازی کن اون تعداد بازی ملی اینا به نظر من با علی راست میگم قانونی نیستش و غیر منطقیه. هر چی بزرگتره علی بله. آقا لیگ ما اصلا لیگ اونم عجیب غریبی نیستش که بریم از این میدونی یه سری ادعا رو یاد گرفتیم جای دیگه لیگ نمیدونم انگلیس 70% بازی ملی دو سال گذشته رو گذاشته. الان من همینو الان من با شما همینو صحبت کردم، الان علایان سیاد منشرفته 70% زمینی شامل حال شده که رفته هال سیتی. معنی رو میگم میگم شرایط شک باید تو چمپیونشیپ با بازی کنه. آره.